تو این جلسه قصد داریم در مورد متد استاتیک صحبت کنیم. زمانی که ما بخوایم یک متد را به صورت اشتراکی برای تمام نمونه های یک کلاس تعریف کنیم از متد استاتیک استفاده میکنیم. به عنوان یه مثال خیلی ساده ببینید من اینجا یک کلاس کار دارم که داخلش یک متد تعریف کردم گفتم پابلیک بعد از اون استاتیک این کلمه کلیدی استاتیک باعث میشه متدم از نو استاتیک بشه فانکشن و این تابع کاری که برام انجام میده چیه اینه که میاد مسافت طی شده بر حسب کیلومتر و میزان سوختی که مصرف شده بر حسب لیتر رو میگیره و به ما میگه که به ازای هر لیتر چقدر میتونه بر حسب کیلومتر ماشین حرکت کنه خب این متد برای تمام نمونه هایی که از این کلاس کار ایجاد میشه مشترکه یعنی همه ماشین هایی که از این کلاس ایجاد میشن این تابه رو نیاز دارن که بگم به ازای هر لیتر چند کیلومتر ماشین حرکت میکنه پس ما میایم به این صورت از نوع استاتیک تعریف میکنیم که بتونیم ازش استفاده کنیم حالا نحوه دسترسی به این متدها ها به چه صورته ببینید برای دسترسی به این متد نیاز نیست که حتما یک شی از این کلاس ایجاد کنیم ببینید من اینجا چی گفتم؟ گفتم اکو اسم کلاس دو تا دو نقطه و تابع استاتیکم پس برای دسترسی به تابع استاتیک ما میتونیم چیکار کنیم؟ خود اسم کلاس ها قرار بدیم دو تا دو نقطه قرار بدیم و بیایم اسم اون تابع استاتیکمون رو بنویسیم دقیقا مثل خاصیت های استاتیک پس نیاز نیست که حتما من از کلاس کار یک شی ایجاد کنم اگه بیام توی مرورگر فرش کنم ببینید که برا من میزان مسافتی که طی میکنه رو نشون میده پس به این صورت حالا ما میتونیم یک شی هم ایجاد کنیم و از اون شی این کلاس استاتیک هم فراخونی کنیم به این صورت ببینید یعنی من یک شی دارم یک شی ایجاد میشه به اسم کار و میتونم اینجا هم اسم کلاس ها قرار بدم یا یعنی اینکه اسم شی که ایجاد کردم و بگم دو نقطه دو نقطه و به اسم اون متد استاتیک دسترسی دارم یعنی الان اینجا رفرش کنم برا من دوباره نمایش میده خب ببینید دوستان ما میتونیم برای دستبندی کردن توابه و ثابت های مرتبط با هم اونا رو به صورت متوت های استاتیک و خاصیت های ثابت توی یک کلاس تعریف کنیم ببینید این مثال فرض کنید ما یک کلاس داریم به اسم مس که برای ما محاسبات ریاضی انجام میده خب ما یه سری ثابت داریم مثل عدد پی و همچنین جمع داریم تفریق داریم ضرب داریم تقسیم داریم و موارد مختلف که تابع ریاضی برای ما انجام میده حالا ببینید این ثابت ها و این جمع و تفریق ها که مشترک هستن اومدیم توی یک کلاس قرار دادیم و ببینید وقتی که من بخوام از تابع سام استفاده کنم دیگه نیاز نیست میام یک شی از کلاس ریاضی یا مس ایجاد کنم و ازش استفاده کنم و به سادگی بهشون دسترسی داشته باش. اما حالا میخوایم ببینیم که چگونه میتونیم از متد های استاتیک توی متد های دیگه استفاده کنیم ببینید این مثالو من اومده همون مثال کارو اینجا قرار دادم و گفتم که یک متد استاتیک داشتیم که بررسیش کردیم متدو حالا توی این یکی متد میخوام به این متد استاتیک دسترسی داشته باشم برای این کار دوستان ما باید حتما از کلمه کلیدی سلف استفاده کنیم و بعدش بگیم دو نقطه دو نقطه و اسم اون متدمون رو اینجا قرار بدیم و به این صورت بهش الان دسترسی داریم دقت داشته باشین که ما توی متودهای استاتیک نمیتونیم از اشاره دالر دیز استفاده کنیم در نتیجه توی این متدها یعنی متودهای استاتیک فقط میتونیم به متدها و خاصیت های استاتیک و ثابت های کلاس دسترسی داشته باشیم چون ما وقت که بخوایم متوتا و خاصیت استاتیک و ثابت های کلاس بهش دسترسی داشته باشیم نیاز نیست که از دالر دیز استفاده کنیم ببینید توی یک مثال بهتون نشون بدم این مثال ماشین یه پراپرتی داریم که معمولی هست مقدارش دهه یه دونه هم پراپرتی داریم از نوع استاتیک پراپرتی یعنی من اینجا باید بزنم استاتیک پس یه دونه پراپرتی معمولی دارم یه دونه پراپرتی از نوع استاتیک دارم ببینید توی این متدی که از نوع استاتیک هست من میتونم به این استاتیک پراپرتی با اسم کلاس و دو نقطه دو نقطه دسترسی داشته باشم اما نمیتونم به خود پراپرتی دسترسی داشته باشم یعنی به اون متغیر که معمولی هست چرا چون من نمیتونم دالر رو توی متدهای استاتیک استفاده کنم این دو تا نکته رو شما در نظر بگیریم یکی اینکه توی متد های استاتیک نمیتونه از دالر دیز استفاده کنی و دیگری اینکه شما توی متد های دیگه با کلمه کلیدی سلف میتونید به اون متد استاتیک دسترسی داشته باشید توی جلسه بعدی میخوام در مورد انکپسولیشن یا همون پنهان سازی جزئیات صحبت کنم و یک مثال برای شما بزنم